بریم سراغ اسپیل اینا، که من یه چیز دیگه هم بعدم بهتون یاد میدم، اینو بهتون یاد میدم بعدن که چیه. اینو بهتون اینجا رو گفتم، اینجا رو هم گفتم، اینو نگفتم، اینو بعدم بهتون میگم، اینا رو هم بهتون میگم. اینا هم که مال رندره، اینجا متریال ادیتوره. ببینید اینم بعدم با این پنجره خیلی کار داره، دو شکل هم داره، حالا کار نداریم. خب ببینید، ما اینجا همیشه می اومدیم رو کرییت ژئومتری رو انتخاب می‌کردیم که اینا همه توش بود، یادتونه؟ حالا ما با این کار نداریم، میریم سراغ این. این یه چیزای دیگه‌ایه که باش تو کرییت وجود داره، یعنی تو ایجاد داری می‌کنی ولی با این فرق داره. این ژئومتریه باید و اساساً این پایه و اساساً اسپلاینن. ببین روش میرم، ببین می‌نویسه شیپ. اینا ژئومتری، اینا شیپ هن. شیپ یعنی یه شکلی هن. هیچ وجود تو رندر ندارن. ببین مثلا یکی از ساده ترین شیپ ها تو همین اولی اسپلاین ها لاینه، مثل باکس میمونه. اینجا باکس بود، این لاینه، خطه. ببینید من خط میکشم همینجوریش، این خط من رندر بگیرم هیچی نمیبینم، شیپه. چیزی شیپ به چیزی میگن که وجود نداره، یعنی هنوز تو رندر قابل رویت نیست. بعد یه بلایی سرش بیارم که تازه اونجا ببینمش. خب این شیپ ها خیلی به ما کمک میکنن، خیلی چیزا با اشکال پایه خیلی چیزاست که من با اینا بتونم باش دنیای از مدل ها رو درست بکنم. حتما اینجا رو دقت کنید و گوش کنید. خب حالا من دیلیت میکنم. ببینید پس کرییت جزء چیزای کرییتی، یعنی ساختنه، میخوام باش بسازم. ژئومتری نه، شیپ ها. شیپ ها. یکی از شیپ ها اسپلاینه. ما اصلا با اینا کار نداریم، ما با این کار داریم فقط. اینا چیزایی هن که از اینست که سالی یه دفع کلیکه یا مثلا هر جا کار نمیکن، یا اینا این شیپ اسپلاین ها یاد بگیرید پاش ممکنه یه ذره مثلا حالا تایم بیشتر ببره، ولی باش همه چی میتونید درست، باش همه چی که نه، ولی خیلی چیزا رو میتونید باش درست کنید. نسبت به اینا خیلی کاربردی تر اسپلاین ها. خب اولین اسپلاین لاینه، خط. چجوری ایجاد میکنی؟ انتخاب میکنید و با کلیک کردن یه سری نقاط ایجاد میکنی. اگه یه زمانی کلیک و موقع ایجاد کردن نگهداری، گرد میشه. ببینید کلیک ساده بکنید خط شکسته میذاره، و کلیک و نگهدارید انحنا بهش میده. این دارم الان یه سری لاین همینجوری علکی تو صفحه وصل میکنم، و اگه تموم شد کارم میتونم راست کلیک بزنم برای اتمام کار، یا نقطه اول ببینید زرده، میتونم رو نقطه اول کلیک بکنم. کدوم؟ رو نقطه اول انتخاب کردیم، کلیک میکنیم. خب وقتی رو نقطه اول بپرسیم، میگه میخوای آیا کلوز بکنی اسپلاین رو؟ میگم آره، چون این یه داستانی پشتش هست. اگه یس بزنم یا نو بزنم توی چیزم حالا تاثیر میذاره، ولی خب بعدا میتونم حالا اگه کلوزش کنم بازش بکنم، یا اگه باز بود کلوزش کنم. حالا من مثلا یس رو میزنم. الان یه اسپلاین من کشیدم، ببینید تو صفحه زوایای از تاپ دارم میبینمش. لفت یه سری اصلا بود نداره، میبینید زد نداره. اینجا هم باز میبینید زد نداره، یعنی تو ارتفاع نداره. خب اینم اینجا ببینید من میچرخونم یه سری خط. خب این نحوه رسم لاین بود. خب حالا میرم توی بقیه اشکالش. لاین رو فعلا تو ذهنتون باشه، میریم دوباره سراغش. این شیپ اسپلاین، اینو دیلیت کنم. چیه؟ رکتنگل. اینم رکتنگله، مربع میکشی. طول و عرض داره فقط، ارتفاع هم نداره. اینم تو گوشاشو فکر کنم آره کورنر گرد میکنه، نوشته کورنر ران چی؟ کورنر ردیوس، یعنی شوهای گوشه ها اینطوری. این پس اینم رکتنگله. یه سیرکل براتون بکشم، دایره فقط یه شعا داره. اینا هم یه سری اینجا داره، اینا رو من بهتون میگم. خودش اینو صلاح دونسته به من نشون میده، من اینو دارم بهتون میگم، و اینا رو هم مشابه هم بهتون میگم چی هم. و فعلا فقط همینا رو یاد بگیریم. باز دوباره یه سری هرچی میریم جلوتری خاص‌تر میشن، ولی کم استفاده تر میشن مثل قبلی ها. این بیزیه، چی داره؟ یه طول و عرض داره. و آرک اصلا به درد، آرک هم من خودم استفاده نمی کنم. تو این کده، کد ما داریم مثلا آرک میزنی از اینجا به اینجا، یه آرک میزنی.
کسایی که کد کار میکنن احتمالا باش ارتباط بهتری برقرار میکنن. دونیت، دونیت اینه شبیه دوناته مثلا. این چیه؟ اینم چند وجهی، ان پولیگونه، ان گون نوشته، یعنی که چند وجهی که یه ریدیوس داره و یه سایت داره. سایت به این میگن که این چند وجهی باشه. ببینید زدو میزنم 12 وجهی، 3 وجهی، ببینید هی زیاد میشه. و اینم باز میاد گوشه های چند وجهیمو راند کورنر میکنه، گردش کرد. ببینید تو با از تاپ میتونم اینجا بهتون نشون بدم که گوشه ها گرد شده و هیچ کدوم بود ندارن. من میتونم اینجا براتون توضیح بدم، میتونم اینجا براتون توضیح بدم، یا هی سویچ میکنم که ببینید. ببینید اینم گوشه های اینم گرد کرد. اینم از این تکست، تکست این توه. این اگه خواستید یه چیزی تایپ بکنید بعد اینجا تایپ بکنید، مثلا باز دوباره رضا. وقتی ببینید اینجوریه، تکست رو انتخاب میکنید، متنتون رو مینویسید، کلیک میکنید. اینجوری نیست که چیز بکنید، کلیک میکنید میاد. میبینید رضا رو آورد. خب بعد بریم تو تکست، بریم تو مودیفای تکست، رندرینگ و اینترپولیشن یادتون بمونه. من اینا مشترک بین همه اینا، اینا بعدا بهتون میگم. اول همه رو بگم بعد این دوتا که مشترک تو همه لاین ها رو بهتون. خب این دوتا پارامترهای فونت چیه؟ یکی سایزشه و فونتشه. مثلا من میتونم فونتش هم تغییر بدم مثل ورد. فارسی هم ببینیم میتونیم تایپ کنیم. چه فونتی هم انتخاب. آره شانستون فارسی هم داره. ورژن قدیم بعد مریم میریختی، داستان داشت، بساط داشت. خب این از این. میتونم فونت رو عوض بکنم. خب خارجیش کنم دوباره استانداردتره. اینم کنم آریال. کوچیکش کنم. اینم چیه؟ این فاصله بین حروفه. اینم که چیه؟ لودینگ، لیدینگ. اینجا تو این فونت کاربرد نداره، حالا ممکنه بعدا استفاده شه. و اینم از فونتشه، بعدا یاد میگیریم که چه استفاده از این بکنی. حالا من این رندر بگیرم، هیچی به هیچی سرکارید. خب میرم تو شیپ ها، استار، استاره بکشید. میتونید اینوری بکشید، میتونید اینوری بکشید. دوباره حتما رانداشو گرد میکنه، اینجوری روتیتش، تویستش میکنه. باز میتونید بیرونی ها رو گرد کنید یا داخلی ها رو چیز کنید، انحنا بدید. و تعداد چیزاشه، وجهاشه. و دوباره همون داستانه خودمون، تکست رو گفتم. اگجه تخمور بکشه، ادکی تخمور تازه این وریش هم داره. و این میگه چیه نمیدونم، واقعا دیگه این رو به درد نمیخوره. خب این از این. یه سری اشکال ما اینجا کشیدیم، شما هم بذاره بکشید از اینا تا من بگم چیه اینا. میگم این تیکه خیلی مهمه، اینا رو یاد بگیرید که منطقش به منطق بقیه میخوره. خودش هم مهمه. این تیکه رو شروع بکنید با یه دقت بیشتری نگاه بکنید. خب ببینید ما یه سری اشکال پایه دو بعدی کشیدیم اینجا که تو رندر دیده نمیشدن و باید یه اتفاقای روش بیفته. انواع اقسام اتفاقا داریم که روی اینا انجام بدیم که هر کدوم یه جور خروجی به ما میده و میتونیم هر چندین خروجی از اینا بگیریم، چندین استفاده دارن اینا. یکی از ساده ترینشون چیه؟ اینکه همین خطا رو ما ببینیم. این ساده ترین حالت ممکنه دیگه، همین خطی که اینجا داریم میبینیم رو ببینیم. چیکار بکنیم این که اتفاق بیفته؟ مثلا من از این شروع میکنم. این ایناشون مشابهه. میرم تو مودیفایش، رکتنگل، این دوتاست که گفتم. اول از رندرینگ شروع میکنیم، مثلا اسمش روشه، مربوط به رندر شدنشه. خب میخواید من اینو اینجا بذارم که همه رو با هم ببینیم. ببینید این هم شما میتونید انجام بدید. اگه مانیتورتون بزرگه
میتونید پارامترها رو دو بخشی بکنید، بکشیدش که یه ذره اینجا من از قصد میکنم که همه رو ببینید، فکر نکنید مثلا تو از کجا تا کجا تموم میشه. خب ببینید، اولش رو ببینید، رندرینگ داریم، اینترپولیشن و پارامتر، سه تا داره. اینو که دیده بودیم، میرم سراغ اولی. اولین گزینه چی نوشته؟ نوشته enable in viewport. خب اینو که بزنم، وقتی که خاموشه این یه خطه، هر چی زوم بکنم زخیم‌تر از این نمیشه، یعنی همیشه با یه اندازه مشخصی داره بهم نشون میده، بس بستگی به فاصله من نداره. ولی وقتی اینو میزنم تو viewport دیگه اندازش مشخصه. ببین اگه من میتونم زخیمش کنم مثلا، اینجوری بهتر بگم. ما اینو چه نگفتم؟ enable in render. ببین دو تا تیک جداگونه است، میگه در رندر انیبل باشه و در ویوپورت، هر کدوم جدا جدا میتونید تیک بزنید. ولی خب معمولا اگه بخواید تو رندر باشه، تو ویوپورت هم میزنید که ببینید چی هستن. الان تو رندر و ویوپورت این دیده میشه، ببینید هم تو ویوپورت دارم میبینمش هم توی رندر. آه این یه دونه رو دارم میبینم با یه ضخامتی که الان بهتون میگم چی کارش باید بکنید. خب میرم توی پارامتراش مودیفای، اینا تیک خورده، اینو ولش کنید، اینم ولش کنید. میایم اینجا سراغ اینا، زوم کنم اینجا ببینید دیتیل داره. خب سیکنس میشه ضخامتش 1 سانته. خب من این ضخامت رو میکنم مثلا 4 سانتی متر، ببینید ضخیم میشه، شبیه اون تویوبه شد، شبیه اون دوناته شد. حالا ببینید دیگه چیه داره، ضخامت 4 سانتی متر، سایت داره دیگه. شما الان میتونی تعداد این سایت ها رو، سایدا رو زیاد و کم بکنی. از 4 از 3 تا شروع میشه. ببینید اینم قشنگه خودش، از 3 تا شروع میشه تا 4 5 6، همینجوری هی داره اینا گردتر میشه مقطعش. خب و انگل هم که داره، باز میتونم این چیزو بچرخونم، این سایدا بذارم کمش کنم به چشم بیاد. ببینید داره دور خودش روتیت میشه، یعنی کشو برداشتی اینجوری داری میچرخونیمش به این صورت. انگل داره، مثلا میتونم زاویه مثلا بزنم 45 درجه که دقیقاً این به صورت مستطیل در میاد. اولش به صورت لوزی بود، ببین صفرش بکنم لوزیه مقطعش، میبینید. ولی 45 درجه که بچرخه به صورت مستطیل در میاد. همین الان خودش ببین چقدر راحت ما همچین جسم کشیدیم به کار میاد. حالا بریم جلوتر. خب این میتونه ردیال، یعنی اصلا کلا دو حالت داره. ردیال یعنی بیسن دایره شکله که من الان گفتم 4، یعنی ردیال مقطعش. حالا من هر عددی بخوام میتونم بزنم، میتونم بیس رو بزنم رو رکتنگولار، یعنی بیس روی مستطیل بودنه که این بعد اون وقت طول و عرض پیدا میکنه. میبینید فرق داره. ولی خب من خودم با ردیال خیلی بیشتر کار میکنم و اینم داره باز انگل میده به همون رکتنگل. ولی مثلا من بزنم رو ردیال رو 4 بذارم، همونو به من میده، فقط یه ذره ارتفاعشو باید تغییر بدم که یادتون میدم چجوری بتونید ارتفاع اینو تغییر بدید که همین یه دونه کارتون رو بندازه. ولی خب اینم هست. اوتو اسموت رو ببینید، من اینو گرد میکنم باز مثلا روی حالت 12ی مثلا 16ی، چیزی که نه خیلی گرده نه خیلی صافه. خب الان ببینید من خاموش کردم، این شکلی دیده میشه. خب وقتی اسموتش رو خاموش میکنم، ببینید این اینجاها رو ببینید چیکار کرد، لبه ها رو جایی که چرخش خورده یا مثلا چیز داره یه چیزای بدی من اتفاق میافته که اگه کمترش کنم چی میشه. حالا اسموتو که روشن کنم اون نرمیه رو به من میده با سگمنت های کمتر. و این که ببینم صدا نه هست که مهمه، تایید بدید. خب و این که میگم این اوتو اسموتو داشته باشید، ترشوردش هم دست نزدید نزدید. خب الان یه چیزی مونده هنوز، من بخوام اونم بگم که تو اینا نبوده، این که اینا رو زیاد کنم. ببینید تعداد این گردیه اینوری، ببین اینو من هر چی زیاد کنم اینوری گرد میشه، ولی این چند تا دونه تعدادش کمه. اگه بخوایم میتونیم بیشترش کنیم، اون پایین تره. اینم که حالا بعدم بهش میرسیم. کپ یعنی مثلا یه چیزی که درش تش بازه، مثلا این بهش میرسیم. حالا عجله نکنیم.
اینو من بذاره سایدشو کمتر کنم. خب اینا رو میخوام زیاد کنم. ببینید این نرم نیست، این میره تو اینترپولیشن دیگه، تموم شد دیگه، اینجا چیزی نداره. ترشولد اینا رو گفتیم، اینا هم به کپه که بعدم بگم کپ چیه. میریم توی اینترپولیشن، ببین اینو من زیاد کنم اینجا نرم میشه دیگه، تقریبا به همه جاش دسترسی داریم. هم میتونیم اینجاها رو نرم کنیم، ببینید اگه کمش کنم صفرش کنم، ببینید اینطوری جاهایی که گرده تحت تاثیر قرار میگیره. اینجا آها ببینید چرا اینجا تحت تاثیر نگرفته، این تیک اپتیمایز بود گفتم بعد اپتیمایز کار بکنید، این خودش هوشمنده. شما میتونید تیک اپتیمایز رو بزنید، بیا آقا اینجا خط صافه، لزومی نداره من برات اسلاید بذارم، چیز سگمنت بذارم. ببین من اینو خاموش کنم، 12 چی میگه؟ میگه که آقا بین هر دو تا نقطه، ببین من اینو از حالت اینجا یه نقطه است، اینجا یه نقطه است، سر و ته این نقطه 12 تا اسلاید میزنه، سگمنت میذاره که اینو گردیشو نشون بده. الان بهتون نقطه هاشو نشون میدم، همون ورتکس داره این. الان ببینید اینو از من بپذیرید که این یه 1 2 3 4 5 6 7 8 وجهی بوده که اینجا رو گرد کرده، لاینه دیگه. حالا بهتون میگم، گیج نشید، فقط بدونید این اپتیمایز رو که بزنید جاهایی که صافه و بین دوتا نقطه رو براتون الکی سگمنت اضافه نمیذاره. اگه من اینو بردم شاید یکی واقعا لازم داشته باشه میزنه. ببین همه جاش بین هر نقطه اینا رو گذاش، جایی که گرد باشه اپتیمایز رو بزنید فقط اونجا سگمنت میذاره به این صورت. و الان دیگه کامل من میتونم هر چیزی از توی این خروجی بگیرم. این زاویه که هیچی مهم نیست، 20 تاست مثلا کمش بکنم. و ببین الان اینش خشکه از جهت مقطع، ولی از نظر گردی اینجا یه چیز خیلی گرد و نرمه. ببینی دو تا چیز از هم جدا به این صورت. خب حالا بریم سراغ بقیه. ببینیم دیگه این هیچی نداره اصلا، این فقط اینا رو ببندم. پارامترش رو دیدیم، رندرینگش هم دیدیم، و رندر هم که بگیرم تو رندر این دیده میشه. ببینید به این صورت خیلی نرم، چون این تعدادش زیاد کردم دیده میشه. رو بقیه هم من رو این اعمال بکنم که چون نصف است. ببینید آرک میرم رو رندر، این تیکه این دوتا رو میزنم و یه ذره زخیمش میکنم. این کپی که اینجا میدید این رو این همونه. ببینید دوباره ضخامت و ساید و ببینید سایدش رو کم و زیاد میکنم، زاویه میدم، رکتنگولار داره، اوتو اسموت داره و کپ. ببینید این کپ میاد اینجا رو واقعا میبنده. اگه مثلا یه جسمی باشه که سر و تش به هم وصل نباشه و این لاین، ببین من اینو خاموش بکنم، ببین یه لاینه اینجا، لاین نقطه شروع لاینه و نقطه پایان، این دوتا به هم وصل نیست. وقتی من به این زخامت میدم، خب میگه آقا من اینجا رو چیکار بکنم؟ بالاخره میتونم این تیک کپ رو بردارم، توش تو خالی باشه، مثل یه دونه خورتوم شد. میبینید درش رو میبنده اینگاه. و اگه کپ رو بزنم کواد کپ هم داره، مثلا این شکلی میبندتش، این نقطه هم وسط در نظر سگمنت داره و اینجوری گرد میشه و داستانهای خودش. یکی میخواد تهش بدید نرمی ختم بشه، بگه تهی داشته باشه، یا اونجوری مقطع دایره اونجوری به چشم نیاد. این چه؟ اینم آها ببین اینم اینطوری میگه که با چه شدتی بیاد جلو. این عادیشه و این یه ذره حالت کپسولی پیدا میکنه. اینا کمتر اهمیت داره، با کپ خودتون درگیر نکنید، بیشتر این بالاش مهم بود. و این اینترپولیشنه، اپتیمایز هم داره. ببین اپتیمایزش اینجا تاثیر نداره چون این گرده، و چون گرده همه جا تاثیر میذاره روش. ولی مثلا این خیلی خوب بود، نمونه ای بود که هم گرد صافی داشت هم گردی. خب رو این مثلا بزنیم رندرینگ، تیکاشو بزنیم. این تیکا رو من میزنم، ببین دو خط هست، دو تا جدا از هم داره. سایدش زیاد میکنم و اینترپولیشنش هم زیاد میکنم که نرم بشه. ببینید این صورت، این دو تا گزینه رو همه اعمال میشه. ببین الان چقدر این دو تا با هم فرقشونه. اینو کم اینترپولیشنش، اینش زیاده. ببینید رندر بگیرم، خب این دکمه میونبر رندر شیفت کیو و F9. من چون الان F9 توی کم تزیه های مفهومی داره میزنم کار نمیکنم، یا من اینجا میزنم، ولی F9 رو بزنید یا شیفت کیو رو بزنید رندر میگیره.
ببینید این با اینکه به دوربین نزدیکتره خشکه و این نرمه، اینم نرمه. خب این اولین موردی که بود در مورد نحوه دیدن اینا، که الان ما تونستیم اینا رو ببینیم ولی اینا هنوز غیر دیده شدنه. این از این. حالا نحوه دوم چیه که من به ترتیب سادگیش میگم. یه گزینه هست به اسم اکسترود. اکسترود بهش حجم میده، یعنی همین سطح تختی که شما میبینید و یه ارتفاعی براش تعریف میکنه. خب ما الان میخوام به اینا اکسترود بدم، فرض کن به این دایره چیکار میکنم؟ ببینید کرییت که بود باش کاری نداریم، میریم تو مودیفای، میخوایم روش تغییرات بدیم، اینو ایجاد کردیم، تغییرات میخوایم بدیم. مودیفای اسمشو کار نداریم، یه لیستی اینجا برای ما گذاشته، مودیفای لیست. این مودیفای لیست یه لیست مهمیه که ما بعضی وقتا سراغش میریم. یعنی مثلا فرض کن من یه دنه چیزی دارم، یه سیرکلیه، هرچی، از توی این لیست میتونم یه چیزایی انتخاب کنم که بهش یه ذره توانایی مختلف بهش بدم. مثلا فرض کنید میگه آقا من اوکی سیرکل تو پذیرفتم، میخوام این تغییر، این مثل تابه، مثلا مثل ریاضی که مثلا میگه آقا این کار رو رود اعمال میکنم، مثلا میگم آقا خمت میخوام بکنم، میخوام بهت کج و کولگی بدم، میخوام بهت نمیدونم حجم بهت بدم. یعنی یه سری اتفاقن، میگه آقا این اتفاق رو این اعمال بکن. مثلا فرض کن بند میشه خم کردن، اکسترود رو بذار بهتون نشون بدم. اکسترود به چیزای دو بعدی میشه اکسترود رو اعمال کرد، رو هر چیزی هم نمیشه، مثلا اینا رو همه اینا اکسترود اعمال پذیره. تو این لیست یه دونه گزینه، یه دونه مورد هست به اسم اکسترود. میبینید اکسترود رو یاد بگیرید، بقیه هم همین مفهومو داره. یعنی این اتفاق رو بنداز روی این قضیه، روی این دایره. مثلا اکسترود رو بنداز روی این اتفاق. ببینید من اکسترود رو بشدم چی میشه؟ اکسترود بهش حجم میده، الان حجمش ارتفاع صفره. این ارتفاع رو من زیاد کنم، ببینید همون دایره رو برد بالا، یعنی بهش حجم داد، بعد سوم بهش داد، از طول و عرض یه ارتفاعی هم بهش داد. من به این اکسترود بدم، ببینید مودیفای، از تو مودیفای لیست ایو میزنم، ایا رو میاره، اکسترود اینجاست. ببین بزنم عین همون بهش بعد میده، امانتش هم به سانتی متر، مثلا میزنم 30 سانتی متر، شبیه چیز چرخ گوشتم. مثلا میخوام اندازه اون باشه، مثلا میزنم نیم سانتی متر. ببین یه زخامت خیلی کمی پیدا میکنه. ببین چی شد، ببین زدو میزنم، زوم میکنم روش، انقدر زخامت داره. ببینید اینجاش هم سگمنت به وجود آورده، ببینید اینم همینطوره. ببینید میاد اونو در همون مقداری که من میخوام میاره بالا. ببین دو وجهی هم هست، یعنی هم از این ور رندر میشه هم از این ور، یعنی دو تا، یه فیس اینجاست، یه فیس هم از این وری اینجاست، این وسطش هم که بوی عالمه فیسه. میبینید الان اینجا رو ببینید، یه ستاره است که یه اکسترودی روشه، یعنی این مرحله هرچی بالاتره، یعنی اعمالیش روی بقیه است. اول اینه، این روی این اعمال میشه، اگه یه چیز دیگه بیاد روی این دوتا اعمال میشه، همینجوری هی دستورا رو هم داره اعمال میشه. مثلا این خوبه، یه اکسترود به این بدم، خب با ضخامت 10 سانتی متر. خب یه مثلا میخوام یکی دیگه شم بهتون یاد بدم، یه بندم بهش بدم، بند خم میکنه. ببینید اینو باید جهتش رو اینوری کنم. ببینید تو این نارنجی ها رو میبینید دورش اومده، این میگه که جسمتون رو تو اون نارنجیه تغییر میدم. ببینید الان هرچی تو اون نارنجیه هست داره اعمال میشه و خم میشه. ببینید چجوری خم شد. من جهت نمیخوام بند رو یادتون بدم، اما میخوام اینجا رو یادتون بدم. ببینید یه اگی بوده، یه اکستوریدی روش اعمال شده، حجم پیدا کرده، یه بندی اومده روی این اتفاقای پایینی اینو خم کرده. یعنی اگه بندو بذارم اینجا بعد اکسترودو بدم یه شکل دیگه میشه. این مراتبه رو میخوام یاد بگیرید که مرحله به مرحلهش مهمه که اول چیه، بعد چی شده، بعد چی شده. الان بذارید من جای این دوتا رو عوض بکنم، ببینید یه شکل دیگه میشه، اول بند شده بعد اکسترود شده. این فرق میکنه با اینکه اول اکسترود بشه بعد بند بشه. ببینید
اینا مهمه که اول این بوده بعد شده این، دیگه بنده به اینجا به کل اینا نگاه میکنه، نگاه نمیکنه که این زیرش چی، میگه که آقا زیر من همه اینا چیا بودن، 10 تا چیز ممکنه پایین من باشه، یه پکیجی شده این 10 تا، من روی این 10 تا خودمو اعمال میکنم به این صورته، یعنی هر چی میره بالا به مجموعه پایینیا با هم نگاه میکنه. اینا تو ذهنتون باشه و من باز اشاره میکنم اگر یه ذرهش باز ابهام داره بپرسید، ولی باز یادتون میمونه، یعنی چند بار دیگه بگم متوجه قضیه میشید چی. پس من این بند فلان کار ندارم، من دارم اکسترود رو یاد میدم. ببینید اکسترود چیکار میکنه، به پایینیاش بود زد میده به این صورت. من به اینم میخواد اکسترود بدم ببینید چی میشه. راست اینجا میرم تو مودیفای، توی مودیفای لیست یه موردی هست به اسم اکسترود، ببینید به هر ارتفاعی، و اینجا هم باز یه بین این ارتفاعی که من دادم میتونید سگمنت بزنی، برش مقطع بزن، بگو آقا مثلا 6 تا مقطع اینجا بزن. بعد دوباره یه گزینه داره به اسم استارت کپ و اند کپ، ببینید برمیداره اینا رو، استارت پایینشه، در میذاره واسش یا کف میذاره، و اینا هم کار نداشته باشید، اینا هم رو مش باشه، رو اینا هم نذارید، اینا هم خوب میشه اکسترود بهش بدن. ببینید این کپ های ایناشو برداشتم، ببین اینا رو بزنم اینجوری میشه. خیلی راحت میتونید مثلا لوگوی سبودی درست کنید، انیمیشن درست کنید، جوری رد شد انیمیشن درست کنم، کلید میزنم، اینو میارم میذارم اینجا، اینو عبور میدم از اینجا، اینو یادتون میدم بعدا. یه نقطه شروع داره یه نقطه پایان داره، دوباره میره از اول انجام میشه. نترسید از کلمه تابه. تابه چیه؟ اینا همه یه سری تابن، یه سری عملیات انجام میدن. دیدید که مثلا بنده کارش اینه که بابا هر چی بهش میدی خمش میکنه، حالا به اون شکلی که دوست داریم. این همه تابه داریم مختلف، مثلا اگه بخوام از توش بگم بهتون، نمیدونم خم میکنه اینو به ویل و به ویل پروفایل و اینا رو میگم امروز بهتون، بعد edit full اینا که این تو FFD با حال مثلا اینم نمیگم بهتون، لیتس مثلا اینا همه رو کار میکنیم. یه تابعیه که مثلا دوران میده، کارش اینه دوران میده، اینو امروز داریم. ملت مثلا هر چی بهش بدی مثلا انیمیت آب شدن داره، ببین ملت رو بهتون یاد بدم مثلا هیچی نداره. ببینیم میخوام ملت یعنی آب شدن، من اینو میخوام بهش با اکسترود و همه چیزه که بهش دادن، حتی بندم مثلا میداختم اونجا روش همه چی مثلا یه دونه ملت میزنم، ببینید ملت اینها. خب ملت میگه که این به این سمت آب میشه، بذار این وریه، بذار من اینو بچرخونم که مثلا این یعنی داره آب میشه میریزه رو زمین مثلا علکی، ولی شکلش چون سگمنتاش خوب نی خوب آب نمیشه، له میشه مثلا، انیمیت میکنی مثلا اینجوری داره مثل بستنی آب میشه. این پایینیا رو میبینه چیه، خودش این کار رو روش انجام میده. حالا احتمالا متوجه شدید یه ذره ممکنه ابهام داشته باشید که اون یه ذره طبیعیه.